تشکر بسیار از انجمن استادان و پژوهشگران برای این دعوت و باز هم تشکر بسیار از اینکه این جلسه رو ترتیب دادن و من کنار دوست بسیار عزیز دکتر مهرانگیز کار که حقیقتاً براش فوق‌العاده احترام قائلم و میدونم که در جمع زنان ایرانی و زنان خاورمیانه و زنان جهان واقعاً جای بسزایی داره. و دوست عزیزم دکتر فاطمه حقیقت‌جو از راه دور سلام بهش میگم. خیلی خوشحالم که همگی تشریف آوردید. صحبت امروز در مورد تحول نهادهای خانواده است در ایران و فکر کردم با یه مقدمه شروع کنم که در چه بستری من میخواستم راجع به این موضوع صحبت بکنم. در سالهای اخیر تحقیقات متعددی در سه رشته در امریکا شده و کشورهای اروپایی در رشته تاریخ، رشته جامعه شناسی و رشته تحقیقات زنان. یکی از اینا تحقیقاتی است که ما در مورد نهاد ازدواج و خانواده داریم انجام میدیم و اینها تحقیقات بسیار جدیدی است که از جنبش زنان آغاز شد و بعد به جنبش به اصطلاح شناسایی مردان و نوع مردانگی منتج شد و بالاخره به دیدن نهاد خانواده. برای مثال یه خیلی نمونه کوچیک که بدم به شما، مقاله مثلا قرار ملاقات دیتینگ که در آمریکا هست، خب این که پدیده است که از سال 1920 شروع شده و اونم در رابطه با صنعت اتومبیل، یعنی صنعت اتومبیل این امکان داد به جوان ها که شروع بکنن با هم قرار ملاقات بگذارن. دومی تحقیقاتی است که در مورد جنسیت و جنس به اصطلاح سکشوالیتی در امریکا انجام شده و اینها هم آغاز شد با حقوق افرادی که گی بودن و می‌خواستن مسئله گی و تاریخچه گی رو نشون بدن و بعد خیلی بحث پیدا کرد، اصولا مسائلی که در رابطه با سکس هست و قبلا راجبش صحبت نمی‌کردیم مانند کودک بارگی مطرح شد و الان این مقاله بزرگی که در مطبوعات دنیا هست در مورد کلیسای کاتولیک و مسئله کودک بارگی، اینها همه نتیجه به اصطلاح یک سری فعالیت هاست که زحماتی است که هم محققین انجام دادن و هم افرادی دانشجویان که رفتن دانشگاه و با مسئله سکس و سکشوالیتی و تحقیقات جنسی آشنا شدن آمادگیش پیدا کردن که راجبش صحبت کنن. و سومی تحقیقاتی است که در مورد جنبش‌های دستراستی مذهبی انجام شده. وقتی که انقلاب ایران به وقوع پیوست، شاید بگم که اکثر ما و اکثر افراد محقق گیج و گنگ بودن در مورد که این چه پدیده است و خیلی ها به عنوان یک پدیده به اصطلاح حالا کاملا عقب‌گرد ازش صحبت می‌کردن، ولی تحقیقات جدید نشون میده که این نوع گرایش های مذهبی دست راستی چه در اسلام، چه در یهودیت، چه در مسیحیت، چه در دین هندی، اینها همه به نوعی مدرن هستند، برای اینکه از تمام وسایل مدرنیته استفاده میکنن، از انتخابات استفاده میکنن، از مجلس انتخاب میکنن، از نشریات انتخاب میکنن، وبسایت خودشون رو درست میکنن، ولی در یک مورد به خصوصی میخوان برگشت به عقب بکنن و اون در رابطه با خانواده و به طور کلی مسئله با سکشوالیتی در خانواده و رول زن. حالا اگه نگاه به این سه مرحله بکنیم در رابطه با ایران، ببینیم که شاید ایران چه تحولی پیدا کرده و من خیلی باز بخوام خیلی بعد خلاصه صحبت بکنم در این مورد، خوشحال میشم که جواب سوالتون رو بعدم بدم. وقتی نگاه میکنیم به نظام اجتماعی ایران در عصر قاجار، میبینیم که به طور کلی در اون زمان یک سلسله مراتب غیر قابل انعطافی بود در این اجتماع که ساختارهای طبقاتی قومی مذهبی درش کاملا غیر قابل عبور بود. در میان نخبگان شهری یعنی طبقه الیت، سه نوع رابطه جنسی مجاز بود بین زن و مرد: ازدواج رسمی که بهش میگیم نکاح، ازدواج که بهش میگیم صیغه یا ازدواج موقت، و رابطه جنسی با برده ها.
در ازدواج به اصطلاح ازدواج نکاح، ازدواج در سن خردسالی انجام میشه، یعنی یه چیزی بین سن 9 تا 12 برای دختران، 15 و بالا. در مناطق شمالی تهران بیشتر نزدیک 12 تا 13 بود، در مناطق جنوبی بیش پایین تر بود. در تمام طبقات مذهبی ایران این امر بود. مثلا من مادر بزرگم در 12 تا 13 سالگی ازدواج کرد، مادر بزرگم در 9 سالگی ازدواج کرد. ازدواج امری همگانی بود، به این معنی که همه کس ازدواج میکرد. حالا شما قیافتون هر جور بود، وضعیت مالیتون هر گونه بود، امکانات توانمندیتون کم بود یا زیاد بود، به هر حال ازدواج میکردیم. علت چنین بود که ازدواج رو پدر مادر ترتیب میدادن، یعنی والدین شما ازدواج رو ترتیب میدادن و یا ولی ازدواج رو ترتیب میکرد. وظیفه اونها تهیه مواد مورد نیاز ازدواج بود برای پسر یا دختر. خانواده ها خیلی زحمت میکشیدن و تمام عمرشون روی این مسئله فکر میکردن، کار میکردن که حالا دختر یا پسرشون چگونه باید براشون همسر پیدا کنه. این دختر جوان حالا 10-12 ساله میرفت به خونه مادر شوهر و اونجا یاد میگرفت که چگونه باید همسر باشه یا مادر باشه، و داماد هم با فامیل خودش یا خانواده همسرش کار میکرد. در این اجتماع، در این نظام اجتماعی قاجار، مسائلی مثل زنای محارم، انسست یا آزار جنسی، سکشوال هرسمنت یا تجاوز ریپ اتفاق می افتاد، چه در مورد دختران، چه در مورد پسران و چه زنان، ولی همه اینا در خفا بود. یعنی در این اجتماع، وقتی که این صحبت می کنم، اینه که برای مثال ما برای سالهای 1880 1890 حدود یک ده بوری پیریود ده 20 ساله دسترسی داریم به پرونده های پلیسی، و توی این پرونده های پلیسی شما وقتی نگاه کنید میبینید که انواع و اقسام شکایت ها به پلیس ها میشه. همسایه که با هم دعوا میکنن، زن شوهر که کتککاریش میشه، وقتی مردی زن دومی میگیره و زنش خیلی عصبانی میشه از این موضوع. خیلی خیلی تقریبا میخوام بگم نادر و امکان ناپذیره که شما راجع به زنای محارم یا آزار جنسی یا تجاوز چیزی بفهمید. علت چیه که اینا همه در خفا انجام میشد. تک همسری یعنی موناگامی برای اکثر کشور متداول بود. در پولیگامی یا چند همسری برای فقط طبقه بالا بود و یک کسی که ثروتمندتر میشد. مثلا ده خدا یک چشم سعی میکنم ده خدا یه روستا مثلا ممکن بود دو تا زن داشته باشه. ببخشید، کت خدا یه روستا ممکن بود که ده خدا ببخشید، اخیراً ده خدا رو ترجمه کردم، یکی فکرم که ده خدا بود، ده خدا هم روش موضوع سیان صحبت میکنم. کت خدای محل ممکن بود دو تا زن داشت، ولی در طبقات ثروتمند و در طبقات بالا گرفتن زن دوم و سوم متداول بود. مثال معروف که اگر شوهر پیرهنش دوتا بشه ممکنه زنش هم دوتا بشه، دلیل این بود که گرفتن زن دوم یک مسئله تشخص بود، یک مسئله بود که نشون میداد که مرد از نظر مالی به مرحله رسیده که حالا میتونه دوتا زن داشته باشه. اینو به طور مفصل من تو کتابم توضیح میدم که گرفتن زن دوم مربوط به سکس نبود، برای که مرد امکانات بسیار زیادی داشت برای داشتن سکس در خارج از چارچوب نکاح رسمی. بنابراین تعدد زوجات در طبقات مرفع کاملا معمول بود. روابط مردان با پسران نوجوان هم عرفاً پذیرفته بود، نه شرعاً قابل قبول نبود ولی عرفاً پذیرفته بود. این از کجا میدونیم؟ از باز گزارش های پلیس اون زمان که در مورد این روابط صحبت میکنه، احتمالاً اختلاف هایی که به وجود میاد، و یا گزارش مثلا اتباعی خارجی که میامدن ایران و راجع مسائل می نوشتن. حالا در طبقات روستایی که تک همسری رواج داشت، طلاق هم به ندرت اتفاق می افتاد در خانواده های توی دست شهری و روستایی، اما در طبقات متوسط و بالای شهری طلاق و ازدواج مجدد زن اموری کاملا پذیرفته شده بودند.
این از کجا میدونیم؟ باز از خاطرات افراد مختلف در دوران قاجار خیلی راحت راجع به طلاق مثلا می‌نویسن و یا ازدواج دوباره زنها در طبقه بالا می‌نویسن. اگه یه زنی از مالی و از شکوتون مسئله نبود در مورد ازدواج دوباره سه بارش. مثالش ام الخاقان البته که دختر امیر کبیر بود و زن مظفرالدین شاه بود و فکر می‌کنم سه بار اقلا شادم چهار بار ازدواج کرد. اینم از تصویر اون زمان. در این دنیا با این نوع روابطی که وجود داشت من یک کلمه هم راجع به سیغه بگم، یک کلمه هم راجع به نظام بردهداری بگم و اونم یکی که سیغه تفاوت اصلیش با نظام معشوق داری در خارج در اروپا اینه که در نظام سیغه اطفالی که به اصطلاح منجر میشن از این رابطه، این اطفال رو به اگر پدر این بچه ها رو به رسمیت بشناسه این بچه ها مشروع حساب میشن. و حالا ببینیم که نتیجه این چطور میشه. در نظام بردهداری هم مرد حق داشت با بردش رابطه جنسی داشته باشه و عرف این بود که اگر این زن صاحب بچه میشد، مادر بچه به اصطلاح میشد، در موقع مرگش او را آزاد بکنه. بعضی ها میکردن، بعضی ها نمیکردن. اگر اون بچه رو به رسمیت میشناخت از این رابطه، اون بچه هم آزاد میشد. اگر نمیشناخت، اون بچه آزاد نمیشد. خب، حالا در یک این سیستمی که اینطور روابط هست، این هم من بگم که بیشتر صحبت من در مورد جامعه مسلمان شیعه ایرانی است. خوشحال میشم بعدا راجع به اقلیت‌ها هم کمی صحبت کنیم. البته در اونها هم نظیر اینجور روابط بسیار بسیار زیاد بود. بعدا میتونم راجع به تفاوت‌هاش صحبت کنم. خب، در این جور جامعه رابطه نزدیک عاطفی بین زن و شوهر خیلی کم بود. یعنی اگر هم آقا در آغاز رابطه یه همین رابطه بود، یک رابطه نزدیک به اصطلاح ایروتیک و الفت بود، در طول زمان این از بین میرفت. علتش دخالت‌های خانوادگی بود، همه در یک خانواده زندگی میکردن، نبود حریم خصوصی بود برای زن و شوهر در موقع خواب، چه بسا که در همون اتاق خوابشون با بچه‌ها احتمالاً یکی بود، عدم وجود وسایل جلوگیری از بارداری بود، حاملگی های متعدد زن که در این دوران یه چیزی بین 7 تا از 10 تا بچه شما میدونید میمردن و اتفاقا تعداد بچه هایی که در خانواده های بالا میبینیم خیلی کم هست. خانواده هایی که چندین مردمی که چندین زن دارن، علت چندینه که خیلی از این بچه ها میمردن. نرخ بالای مرگومی اطفال، تعدد زوجات سیغه و رسمی باعث میشد که اون رابطه اصلی بین زن و شوهر، منظورم از زن رسمی مرد با همسرش، رابطه بسیار ضعیفی بشه. چرا که مرد حق طلاق آسان هم داشت. و مسئله دیگه ارث بردن کودکان منجر از تعدد زوجات بود. به عبارتی وقتی یه زن با یه مرد ازدواج میکرد در طبقات بالای اجتماع، رابطهش اولش او تنها مادر نبود توی این خانواده، برای بچه های مختلفی که این مرد ممکنه داشته باشه. دومی که ممکن بود شوهرش طلاقش بده در هر زمان. و سومی که مادر شوهر قوی در اون خانواده بود و خواهر شوهرها که اینا در هر زمانی میتونستن هر کاری که این زن در این خانواده انجام میده انجام بدن. در بین وجود زن در این خانواده یک عضو علل بدل خانواده بود. و در نتیجه در طول زمان تعهدات عاطفی زن از شوهرش به پسرش منتقل میشد. یعنی وجود مادر شوهر و زنان دیگر هم موجب میشد که مرد خودش رو متعهد به شادکامی زن ندونه. وقتی مرد خودش رو متعهد به شادکامی زن نمیدونست، زن هم به اصطلاح در رابطه با شوهرش اینوست نمیکرد. رابطهش در رابطه اصلیش رو میذاشت، رابطه عاطفی اصلیش رو میذاشت با بچه هاش، با پسرش به خصوص، با خانواده خودش و با خانواده همسرش. یعنی حتی مادر شوهر خواهر شوهر رابطه با اونها به نوعی مهمتر بود تا به رابطه با همسرش. حالا در این دنیا آیا زنها مبارزه میکردن؟ بله. ولی نوع مبارزهشون اون مبارزه بزرگ نیست که ما صحبت میکنیم که تظاهرات باشه یا بیان تو خیابون یا حتی منفستهای مختلف بنویسن. چرا؟ البته تعدیب نصفان معایب رجال، معایب رجال داریم از بیگ خانم استرابادی، ولی خب یه نمونه خیلی محدودشه. جیمز سکات
جامعه شناس آمریکایی در مورد سلاح‌های کوچک ضعیفان در زندگی روزمره صحبت می‌کنه و فکر می‌کنم اینو میشه در مورد بسیاری ضعیفان دیگه تعمیم داد. برای مثال زن‌ها از کمک قابل‌های کاردان استفاده می‌کردن برای ترمیم بکارت. کی ترمیم بکارت می‌کرد؟ خب در جامعه‌ای که دخترها دارن 9-12 سالی ازدواج میکنن که رابطه خارج از ازدواج که نمیشه راجبش فکر کرد، بنابراین ترمیم بکارت معمولا برای تجاوزهای نام در درون خانواده بود. یا سخت جنین، خب حالا کی سخت جنین میکرد؟ اینو من معمولا از بچه کلاس میپرسم، هیچ کس هم نمیتونه جواب شد ولی مطمئنم شما ها میدونید. در جامعه که بچه ها اینقدر میمردن، یعنی مرگ و میر اینقدر بالا بود و زن و خانواده ها میخواستن که بچه زیاد داشته باشن، یعنی که معلوم نبود که کدوم بچه بمونه، کی میره سخت جنین میکنه؟ زنان طلاق گرفته و بیوه احتمالا. البته بعضی وقتا هم زنانی که واقعا اختلاف خیلی زیادی با شوهرشون داشتن و فکر میکردن که در پروسه طلاق هستن. زنها از سحر و جادو و دلاله های محبت استفاده میکردن برای انواع اقسام مسائل. من جمله وقتی از دست شوهری که رفته بود یه زن گرفته بود خیلی عصبانی میشدن، دلاله های محبت اونجا بودن که برای این زن به اصطلاح خودمون قرار ملاقات بگذارن با مردان دیگری که در اجتماع وجود داشتن. وقت زیادی رو صرف مدیریت خانواده و کودکان میکردن، مهمانی های متعهد. این مهمانی های متعدد فقط به خاطر خوردن و نمیدونم دعوت مردم نبود، به منظور کسب اطلاعات گسترده بود در مورد خویشاوندان شوهر و رابطه با خویشاوندان شوهر که یک فرم از قدرتمندی زنها بود. در موقع لزوم رجوع میکردن به خویشاوندان و همسایه ها و پلیس برای مقابله با خشونت همسر. مدارک زیادی داریم در مورد شکایت زنان. با ازدواج مجدد همسرشون مبارزه میکردن به هر نوعی که میتونستند، حتی با تهدید به خودکشی. و در نهایت سرمایه گذاری کمتری میکردن در رابطه عاطفی با شوهرشون و توجه بیشتری میکردن به رابطه با فرزندانشون، خویشان خودشون و خویشان همسرشون. و این بود که در سالهای بعد، یعنی در سالهایی که بارداری تمام میشد، و وقتی میگیم بعد منظورمون 35-40 یعنی سنی که الان زنها ازدواج میکنن بچه دار میشن، در این سالهای بعد این زنها تبدیل به یک مادر سالار قدرتمندی میشدن که زندگی پسران و عروسا و شوهرشون رو هم کنترل میکنن. یعنی یک تغییر بزرگی اینجا به وجود میاد از زنی که روزی که ازدواج میکنه و هیچ قدرتی نداره به روزی که حالا پیر میشه و بسیار قدرتمندتر میشه در رابطه زناشویی. این روابط در نیمه اول قرن بیستم عوض میشه. امروز من طبقه بندیم لزوماً با قاجار پهلوی اسلامی نیست، گویی که تا یه حدودی این درسته ولی یه حدودی هم به قول آمریکایی هم اوورلپ هست بین اینا. خب تجارت برده و بردهداری پایان پیدا میکنه. علت اصلیش اینه که دولت انگلستان و دولت روسیه تجارت برده بسیار مشکل میکنن. بعد در انقلاب مشروطه هم مشروطه‌خواها شروع میکنن مبارزه برای اینکه رژیم بردهداری رو در ایران بیاندازن. برچیده شدن حرمسراها در دوران انقلاب مشروطه به وقوع میپیونده و اونم خیلی جالبه. وقتی که قدرت اقتصادی رو از شاه مملکت میگیرن، شاه مجبور میشه، معدل شاه مجبور میشه حرمسراشو ببنده. و بعد روزنامه ها شروع میکنن به دفاع از اخلاقیات نوین جنسی که در نتیجه ارتباط با جهان غرب حالا داشت وارد ایران میشد. روزنامه مولا نصرالدین تفلیس که بنیانگذار این نوع تفکر بود، یا روزنامه سور اسرافیل در تهران. چرا روایتی رو دارن ازش صحبت میکنن؟ تشویق ازدواج مبتنی بر تفاهم که بهش میگیم companionate marriage، به عبارتی زن و شوهر باید همدیگر رو ببینن، همدیگر رو بپسندن، حق انتخاب داشته باشن در ازدواج. ازدواج رو نباید کلن پدر و مادر برای بچه ها ترتیب بدن، این دو نفرن که باید با همدیگه زندگی کنن. نمونش در خاطرات تاج السلطنه هم مثلا ببینیم. مسئله کشف حجاب کمک میکنه به این ازدواج مبتنی بر تفاهم، برای اینکه حالا پسرها عملا میتونن دخترها رو ببینن. یعنی دختر که قرار باشه ازدواج بکنی، امکانش هست که قبل از ازدواج اون رو ببینی و میتونی به پدرت بگی که من اینو نمیخوام،
چون رفتم دیدمش و نمیخوام، میزنه نمیپسندم. و خود این خیلی قدرتی که به پسرها میده در مورد اینکه انتخاب همسر بکنن. اما کشف حجاب حالا مسئله اروتیک بودن زن رو هم برای اولین بار به اجتماع میاره، همچون که دیدیم در به اصطلاح دوران قدیم اون روابط به اصطلاح هموسکسوال قبلی که وجود داشت، در اون روابط هموسکسوال قبلی زنها در محل خودشون بودن، مردها در مکان خودشون بودن. برای مرد امکان این که زنی رو قبل از ازدواج ببینه، مگه اینکه دختر عموش بوده در دوران بچگی باش بازی میکرده، یه علت این که ازدواج دختر عمو پسر عمو اصطلاح خیلی معقول بود، یکی از دلایلش این بود. حالا با کشف حجاب هم ازدواج های به اصطلاح مبتنی بر تفاهم بیشتر میشن، هم ازدیاد آزار و اذیت جنسی زنها در معابر عمومی. مقاله دیگری که اتفاق داره میفته در این دوران، حالا سال 1930 دارم راجع بهش صحبت میکنم، یه تحول بزرگ از نظر علمی و اون مقاله پزشکی مسئله نظافت به جای طهارت. وقتی که ارجاع نظارت طهارت صحبت میکنم، یک دوتا بزنین مثال براتون بزنم که چجوری پایه های مذهبی یا این تفکیک جنسی شروع میکنه به ضعیف شدن. در مذهب اسلام و همطور در مذهب یهود مثلا غسل کردن خوب واجبه دیگه، شما به خصوص اگر یه مردی با زنش سکس داشته باید فردا بره غسل کنه. خب این غسل به عنوان یک چیزی حساب میشه که هم طهارت میکنه و هم تمیزیه در حقیقت. حالا علم پزشکی میاد به شما میگه که غسل کردن عملا عامل اصلی بیماری هاست و بسیاری از بیماری ها مثل تراکم امثال هم داره از غسل پخش میشه. خب این یک ضربه خیلی اساسی میزنه به تفکر مذهبی. یه نمونه دیگهش الکله. تفکر مذهبی میگه که الکل حرامه، کسی نباید الکل استفاده کنه، ولی پزشکی میاد میگه الکل نظافت میکنه، با الکل شما باید زخم رو تمیز بکنید. بنابراین خیلی مثال دیگه میتونم بیارم در مورد اینکه چجوری با آمدن به اصطلاح علم پزشکی جدید مقدار زیادی پایه های تفکر مذهبی در مورد طهارت و که یه جزء اصلی طهارت هم جدایی و تفکیک جنسیت از هم دیگه، یعنی زن و مرد از هم دیگه است، اینا همه حالا زیر سوال قرار میگیره در اجتماع جدید. این منجر میشه حالا به سالهای 1940 تشویق احزاب مترقی به شرکت فعال زنان، احزابی مثل حزب توده که در این احزاب برای نخستین بار افرادی از مذاهب مختلف و طبقات اجتماعی مختلف شروع کردن به فعالیت کردن با هم دیگه. یعنی شما توی اتاقی ممکنه یه دختر جوان، اولا دخترها شرکت میکنن در دبیرستان، ممکنه دختر بهایی کنار یه دختر مسلمان، یه دختر طبقه پایین‌تر و یه دختر طبقه بالاتر، اینا با هم دیگه دوست میشن و از طریق این دوستی با هم دیگه یه مقدار زیادی این به اصطلاح تفاوت‌ها و تفاوت‌های به اصطلاح طبقاتی اجتماع و مذهبی اجتماع هم شکسته میشه. و بعد البته حمایت دوره پهلویه که من زیاد راجعش صحبت نمی‌کنم، از شرکت زنان در حیطه عمومی است. خب اینجا رو سمتا میکنم فقط تونتر بگم برای اینکه بیشتر باش آشناییم در چقدر؟ 5 دقیقه. اوکی. بالا رفتن سن ازدواج برای زنان به 15 سال، استخدامشون در کارخانه ها و کارخانجات و مدارس، یواش یواش ازدواج های مبتنی بر تفاهم به جای اصطلاح اون وصلت های فرمایشی ازدواج های ارنجد میشه. در طبقات بالا رسم داشتن چند زن عقدی منسوخ میشه، ولی نه در طبقات بازاری اجتماع. رسم کودکبارگی به صورت آزادی که مردم راجبش صحبت میکردن در قرن 19 دیگه اون رو نمیبینیم ما به اون صورت در سال 1950. و تبدیل تک همسری صرفاً دیگر جنس گرایانه، یعنی مناغمس هروسکچوالیتی، به هنجار، هنجار استفاده میکنم برای لغت نرم، به هنجار جدید اجتماعی برای طبقه بالا و طبقه متوسط. وقتی میگیم یه چیزی نرمه، معنیش این نیست که شده، بلکه معنیش اینه که همه فکر میکنن که این ایدئاله و این نوع بهتره. برای طبقات به اصطلاح متوسط جدید، طبقاتی که در نتیجه دوره پهلوی حالا مثلا
وکیل شدن یا دوستاز شدن یا پزشک شدن یا کارمند شدن، ولی نه در طبقات متوسط سنتی و بازاری. تغییرات دیگر که استفاده به وقوع میاد، دولت سازمان زنان ایران، حق طلاق بیشتر به زنان، حق حضانت به فرزندان به مادر، محدود شدن حق طلاق مردان، محدود شدن حق تعدد زوجات که اجازه همسر اول، قانونی شدن سقط جنین و رشد سبک مدرن همجنسگرایانه، بهش میگیم گی لایف استایل، در قشای بسیار کوچک از نخبگان شهری. خب حالا اینا تحولاتی هستن که چندین قرن طول کشیده بود در اروپا، شاید بعضیاش چند هزار، 2000 سال طول کشیده بود تا به وقوع بیاد. همه اینا حالا در یک پروسه 70 ساله در ایران اتفاق افتاده. ازدواج تک همسری، مناگمس مریج، بالا رفتن سن ازدواج دختران، ازدواج مبتنی بر تفاهم، منع روابط کودکبارگی و همراهش منع هر نوع رابطه همجنسگرا، شرکت زنان شهری و تحصیل کرده در فضاهای عمومی بدون سرپرست مردان، و در نتیجه جامعه ایران در واقع 1970 تبدیل شده به جامعه دو فرهنگی، مردان و زنان طبقه متوسط جدید و مردان و زنان طبقه متوسط قدیم، که اون زمان یکی کدی راجع به این صحبت کرد. من میتونم خیلی مفصل اینجا برای شما راجع به سنت‌های ابتدایی جمهوری اسلامی بگم. وقتی میگیم سنت ابتدایی، ابتدایی به نظر میاد که داریم از تضاد صحبت میکنیم، چون سنت یه چیز قدیمه، ابداع هم یعنی یه چیزی که تازه درستش کردیم. اینا سنت‌های ابداعی جمهوری اسلامی هستن. مثلا مجازات زنان به علت فرک حجابی. در دوران قدیم حجاب یه چیزی بود که طبقات مختلف بالا حجاب سر می‌کردن، نه طبقات پایین. اتفاقا پلیس تو خیابون بود که اگر یک زنی چادرش رو مثلا بپوشه و این چادری بپوشه که به نظر میاد که زن طبقه بالاست، اون زن دستگیر میکردن. یا فرض کنید افرادی که روسپی بودن حق پوشیدن چادر نداشتن، به اون صورت که زنهای طبقه بالا انجام میدادن. اصلا این ایده که یه دولتی بیاد یه زنی رو دستگیر بکنه و بندازه تو زندان به خاطر بدحجابی، اصلا هم چیزی امکان نداشته در تاریخ ایران. یکی دیگه‌اش قفای ناموسی دولتی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، و اینکه دیگه اعدام همجنسگرایان هم بذاریم. فقط راجع به اعدام همجنسگرایان بهتون بگم، ایران قدیم در این مورد خیلی به اصطلاح به قول آمریکایی‌ها تالرنت بود. یعنی وقتی دو نفر با هم یه رابطه جنسی داشتن، مطابق شریعت باید چهار نفر شاهد بود، اینها رو در خود اون پروسی انجام سکس میدید و این چهار نفر باید عادل بودن و زن هم حساب نمیشد. یعنی یه زن نمیتونست بگه شوهر شما سکشواله. و خلاصه اینقدر شرایط بود، مرد میتونست توبه کنه و اگه توبه میکرد توبهش قبول میشد قبل از اینکه شوهر رو بیان. بنابراین اصلا این امر اعدام همجنسگرایان به این صورت که ما در جمهوری اسلامی میبینیم همچی چیزی اصلا وجود نداشت. خب خیلی خوشحالم که دوست عزیزم قبلا صحبت کرد راجع به تحولات بزرگی که در جامعه ایرانی انجام شده و من دیگه راجع به اینا لازم نیست صحبت بکنم. و برنامه جلوگیری از بارداری، کوچک شدن خانواده هاست، بالا رفتن میانگین سن زنان، رشد خارق العاده تحصیلی زن هاست، درصد و همینطور تبدیل خانواده از مکانی صرفا برای تولید مثل و ایجاد خانواده به محلی برای عشق، سکس، همدلی و همفکری. اما نظیر، یعنی دلایل دیگری هم، اینا همه مثبت نیست. تحولاتی که در جامعه می‌بینیم یه مقدار مسائل خیلی منفی هم داشته. درصد بالای بیکاری زنان، فرار دختران جوان از خانواده، افزایش زندگی بدون ازدواج در زیر یک سقف که در طبقات مدرن شهری تهران و شهرهای بزرگ می‌بینیم خیلی داره متداول میشه، و اینکه بالاخره 7 میلیون از جمعیت 70 میلیونی ایران بین سنین 18 تا 35 ازدواج نکردن، ولی اکثریتشون هم رابطه جنسی دارن. ما از گفتمان رسمی به اصطلاح جمهوری اسلامی کلاً دور شدیم. رابطه جنسی تنها در محدود ازدواج و احترام به سنت ها. دولت یه سری کارها داره انجام میده برای اینکه به هر جوری که هست این رابطه رو برگردونه به سابق. محدود کردن سهمیه دختران، منع شرکتشون در 77 رشته تحصیلی، عدم اجازه به اونها برای ثبت نام در دانشگاه‌های خارج از کشور، عدم صدور اجازه سفر به خارج، عقب‌گرد در پروژه‌های جلوگیری از بارداری یا تشویق تعدد زوجات و صیغه. و بالاخره یه صحبت آخری کنم و اونم اینه که
این تحولاتی که در ایران میبینیم تحولات جهانی هستند. به طور کلی امروز زنان نیمی از مشاغل امریکا و چندین کشور اروپا را عهده‌دار شدند. در تمام جهان به جز آفریقا زنان در تحصیلات دانشگاهی بر مردان برتری یافتند. شما باید بدونید در آمریکا برای هر مردی، هر دو مردی که لیسانس میگیرن سه تا زن لیسانس میگیره. ما در دانشگاه الان افرمیتیو اکشن برای مردها داریم نه برای زنها، یعنی دختران جوانی که قبول میکنیم، طفلک دختر اگر معدلش فرض کنید ای باشه معلوم نیست که قبول بشه، چون یه پسری که اوریجش بی پلاسه احتمالاً ما اون رو قبول می‌کنیم. صرفاً به خاطر اینکه سعی می‌کنیم یه تعادل بین دختر و پسر ایجاد بکنیم. در این جامعه فراسنتی دیگه قدرتمند و تنومند بودن کارگر اهمیت نداره و میلیون‌ها کار صنعتی مردان هم دیگه وجود ندارن. برعکس صحبت دوستان عزیز اقتصاددان من که خیلی بهتر از من یارو می‌دونن، هوش اجتماعی، قابلیت ایجاد ارتباط، تمرکز برای مدت طولانی، نرمش و انعطاف پذیری، اینها خصوصیات های بسیار مهمن، یعنی خصوصیاتی که برای زنان آسوده ترن. بنابراین بسیاری از در بسیاری از خانواده غربی زنها نانآور اصلی خانواده شدن. و حتی نگاه کنید شما ببینید ما زنها دیگه ازدواجشون رو به تاخیر میندازن چه اینجا و چه در ایران. حاضر به زندگی با مردی که حاضر به قبول این واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی نیستن. تعداد طلاق‌ها داره میره بالا. در اقشار روشنفکر امریکا با ازدواج آلاکولنگی رو بروییم، یعنی 80% زن 20% مرد یا 60% زن 40% مرد. در همه جای دنیا هم مردها با این تغییرات مشکل اساسی دارن. غالبا میگن این تغییرات به خاطر رشد نسبت آزادی زنانه. من فکر می‌کنم به زنان کردیت زیاد از حد میدن. واقعیت اینه که تغییر اقتصادی و روش تولید بانوی اصلی، نه اینکه زنها نخوان اینها رو، یعنی این کارها رو زنها اگه میخواستن 200 سال پیش نمیتونستن انجام بدن. علتش تغییر اقتصادیه که به طور کلی این موازنه سنتی رو به هم زده. بنابراین وقتی که ما راجع به جامعه پسا اسلامی حالا صحبت میکنیم، باید بدونیم که این مسائل هست و این مسائل خواهد بود. و آیا ما میتونیم راجع به نوع جدیدی از روابط زن و شوهری یا روابطی صحبت بکنیم که لزوماً دخترها ازدواج نکنن، یا ازدواج کنن دیرتر ازدواج کنن، یا ازدواج کنن و بچه دار نشن؟ یعنی اینها ضوابط جدیده، دنیای جدیده و در ایران هم داره مطرح میشه. در اینجا فکر میکنم یکم کمتر داره مطرح میشه در جامعه ایرانی خارج از امریکا، ولی به هر حال اینا در سطح جهانی داره مطرح میشه. و به نظر من در نهایت بحث در مورد این مسائل همونقدر مهمه که بحث در مورد مسئله به اصطلاح رشد جامعه اسلامی در ایران، و اینه که بدونیم که در نهایت جامعه اسلامی داره سعی میکنه پاسخی پیدا کنه به این رشد سرسام‌آور پیشرفت زنان در دنیای مدرن. متشکرم.